اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد میزد و میخروشید اونجایی که حق در کار باشه و هر قوه ای مخالفت میکنم، از همه چیز میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. برای مردم و مقاومت ایران به خاطر قصد حیاتی ترین حق، یعنی حق حاکمیت مردم از طرف آقاها، هیچ راه میانه و بینابین با این رژیم متصور نیست، هیچ مصالحه، مذاکره و مفاهمه تا رژیم خمینی هست وجود دارد. بگذارید که مجاهدین باز هم آزمایش پس بدهند، مثل 47 سال گذشته که اجل شاه و شیخ به سر آمد خمینی را می‌گویند. اما شما این بنیاد پولادین سرسخت و استوار، پرچم شرف و عزت مردم و تاریخ ایران رو بر دوش کشید. مردم ایران، تلم ناصر میان سرونی، به جانب آزادی و به جانب حاکمیت مردم ایران، برای رهایی از ستم رژیم پلید آخوندی، مظهر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت و برمریت، اما اگر رژیم و مزدوران و دست نشاندگانش اشرف رو جبهه جنگ خودشون قرار دادند، اگر فنای اون رو لازمه بقای خودشون می‌دونن، بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی با شادی و شکوه و با شکر و شیرینی و با افتخار ما به این میدان در اشرف سلام می‌کنیم و درود می‌فرستیم. جای اون هست که با قطعیت و یقین بگوییم از آن ماست پیروزی، از آن ملت، از آن ماست پیروزی، از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا، با همه شادی و مهروزی و هر لاله از خون شهیدان می‌دمد، امروز نوید روز آزادی است.